21 روز مهر ماه برابر با 13 اکتبر سال 1161 پیش از هجرت برابر با 539 پیش از میلاد، کوروش هخامنشی مؤسس سلسله پادشاهی هخامنشیان با تغییر مسیر رود فرات و عبور از آن سرزمین، پادشاهی بابل را که همواره با تاخت و تاز به ایران و کشتار و غارت مردم ایران زندگی ایرانیان را مورد تهدید قرار می‌داد، سرنگون کرده و سرزمین بابل را تصرف نمود. لیکن از آنجا که مردمان بابل هم زیر ستم پادشاهان خود بودند، کوروش با احترام به اعتقادات و مذاهب بابلی ها آنها را در عبادت و پرستش خدایان خود آزاد گذاشته و با آزاد کردن بردگان و استقرار عدالت اجتماعی در بابل و همینطور تاجگذاری خود در بابل، مهر و محبت بابلی ها و اقوام زیر سلطه بابل را به خود جلب نمود. در میان ملت های آسیای مرکزی و خاورمیانه، کوروش به عنوان پیام‌آور صلح و دوستی محبوبیت یافت. او با تصاحب امپراتوری زیر سلطه بابل، منشور آزادی را برای همه ملت‌های امپراتوری ایران به ارمغان آورد، منشوری که در قرون معاصر راهنمای الهام بخش بشریت در تنظیم اعلامیه جهانی حقوق بشر شد و نام او را به عنوان پدر منشور حقوق بشر در تاریخ بشریت به ثبت رسانید. سال 1094 خورشیدی برابر با 1715 میلادی، در گذشت نیکولا دو مالبرانش، فیلسوف فرانسوی که یکی از پیروان رنه دکارت به شمار می آمد و توانست فلسفه دکارت را به نحوی که با عقاید مسیحیت کاتولیک موافق باشد همخوان نماید و خود در این فلسفه صاحب نظر شود. فلسفه مالبرانش در داخل فلسفه دکارت به فلسفه اصالت اتفاق یا مقارنه معروف است. سال 1171 خورشیدی برابر با 1792 میلادی، جورج واشنگتن کلنگ ساختن کاخ سفید را در محل فعلی آن بر زمین کوبید. سال 1261 خورشیدی برابر با 1882 میلادی، در گذشت جوزف آرتور کانت دو گوبینو، نویسنده و فیلسوف نجات پرست فرانسوی که همچون نازی‌های فاشیست معتقد بود اقوام آریایی در قدرت، جمال و هوش سرآمد دیگرانند، پس باید برتر از سایر نژادهای بشر باشند. سال 1299 خورشیدی برابر با 1920 میلادی، جنرال آیرون ساید، فرمانده تازه نظامیان تحت فرمان دولت انگلستان در ایران، وارد تهران شد. سال 1333 خورشیدی برابر با 1954 میلادی، محاکمه دومین دسته از افسران کمونیست وابسته به حزب توده در دادگاه نظامی تهران آغاز شد. سال 1347 خورشیدی برابر با 1968 میلادی، در گذشت حسین بهزاد، نگارگر و نقاش معاصر ایران. سال 1350 خورشیدی برابر با 1971 میلادی، در گذشت احمد فرهاد، پزشک، نویسنده، استاد و رئیس پیشین دانشگاه تهران.